به نام الله یکتا و توانا. السلام علیکم خانواده عزیز، بانوی گرامی، خدا کنه صحت مند باشه. خورا گرامی بیندای عزیز برنامه بانو، من هم سلام های گرم خود را تقدیمتان میکنم با امید از اینکه جور صحت مند باشین. آغاز میکنیم برنامه امروز خدا. شماره تلفن ما هست 0796-0086-56. وید از خوارای ما که مشکل می داشته باشن می توانید امیل به برنامه زنگ بزنن و پیام های شما که از طریق 456 مواصلت کرده پیام های شما نیز با ما هست. تا وقتی که تماس های شما دوستار می داشته باشه میریم و اولین پیام که از طریق 456 مواصلت کرده بشنیم. بازم یک پیام گرفتیم که مشکل بازم با شوهرشون هست و بیشتر هم رای دکتر صاحب هم تبصره کردیم. خب دکتر صاحب گفت پای لازم خود تقدیمشون میکنه. خانم گفتن که شوهرم گفته بسیار من لطکوب میکنه، حتی با گپای بسیار خرد و کوچکه که قابل نیست که یک نفر لطکوب شوه. گفته اگر به دروازه را تک تک کنه یا زنگ بزنه کم نوقتر کار داشته باشم، یا دستم بند باشه یا مشکل داشته باشم نوقتر دروازه را باز کنم. گفته من لطکوب میکنه، تو کجا بودی، چرا دروازه رو باز نکردی و به می قسم بسیاری مشکلات دیگه. فرزانه جان، ما شما یک مقوله داریم میگه منطق ضعیف شه انسان در برخورد فیزیکی سرور میکنه. بله بله. تا وقتی که یک انسان با منطق هیچ وقت امی حق برخورد نمیده که یک کس را که ولو نشناسه. خانم انسان خود اونمو کس است که تمام زندگی انسان با امو هست. بله بله. ولی ایلت و کوب کردن یک شوهر یا ای که یک شوهر خود قسم نشان بده پیش خانم خود، پیش اولادای خود که من انسان بسیار یک بدخوی هستم. خب اول از نامش پیداست، بدخوی بد. ولی متاسفانه بعد کسا هستن که نمیره با افتخار میگن من بسیار بدخوی هستم. خب امیر خوشخوی چرا نباشی؟ اگر یک صفت خوب داره خب امیر خوب چرا صفت خوبش آدم نگیره؟ ولی متاسفانه بعضا کسا هستن که باز از امی افتخار میکنن یا ای که اتو رفتارهای زشت با خانم خود. یک موضوع دیگه هم از فرزان جان ببینید، اگه یک نفر مثل کسایی که اسود هستن، مثل کسایی که هم وارد از خوشی ها، از کامیابی های دیگه کس همیشه رنج میبرن، او اول خودم میسوزن. امی کسای بدخوی هم چنین هستن. بله. یعنی اتو نیستن که وقتی که همیشه پیشانیشان ترش، همیشه در فکر، همیشه کوش میکنن که وقتی که یک کس لط و کوب میکنن اونا فکر میکنن که نارام هستن. از همه بتر خودشان ناراحت هستن و ای چطور ایجاد میشه؟ من پیشترم گفتم که میگن منطق وقتی که ضعیف شه انسان در برخورد فیزیکی شروع میکنه. خب این منطق چرا ضعیف میشه؟ عواملش اگر بسنجیم که مثلا شوهر از اینا چه کار میکنه، در کجا هست، استرس ها، فشارهای روانی، جور جنجال ها، مشکلات اقتصادی، همه دست به هم داده و بعض اوقات باعث همچو عرفا میشه. خصوصا کسایی که قمارباز باشه فرزان جان، اینا زیاد در این مشکل گرفتار هستن. به خاطر که این فشار، به خاطر که کسایی که قمارباز هستن و همواره پولشون یک روز اگر برد دارن دیگهش متباقی کلش در باخت است و نیم گپ است و همیشه اعصابشون ناراحت هستن. چیزی را که دین اسلام ناپاک گفته، پلید گفته، او حتما در او یک حکمت وجود داره. بله. که گفته شما این کار نکنین. و یکی که مثلا بعض کسا هست از بانک تا شام کراشید پیش است میره یک چیز را مفروشه، چقدر اینا گردش میکنن، چقدر خسته میشن، ناراحت میشن، ولی چون رزق حلال پیدا میکنن همیشه خوش آمد هستن. اگر پرسانشون کنیم میگن شکر خداوند است، امروز خوب از غریبی کردم، چنون کردم، به خاطر کار حلاله. ولی کسایی که اکثرا اینمتو کارا رو میکنن اینا همیشه چنین یک رفتار میداشته باشن. وقتی که در بیرون از منزلم خوش نباشن، وقتی که در داخل خانه میان، وقتی که خوش نباشن و همچور یک رفتار بکنن، من نمیفهم که اینا از این زندگی خود چی لذت میبرن. لذت زندگی خود در همی هست که انسان همواره حداقل میگه تماما غمای دنیا رو به خانه میاری، غم خانه رو کجا ببری؟ کجا ببری واقعا؟ پس به اون خاطر از این خواهر من تقاضای ازیر دارم که یک بار ببینن که این عامل اساسی از این موضوع در کجا هست. چرا شوهرشون چنین یک خوی و خواص پیدا کرد؟ آیا قبلا هم داشتن یا دمی یک سال دو سال شده تو یک موضوع؟ چرا بعد ها شکایت از این دارن؟ خواهر ما صرف همه قدر موضوع رو گفته بود. بله بله. زیادتر از این تشریح نداده بودن که مثلا این تازه ایجاد شده یا در گذشته ها هم بودن. خب دیدیم که هر موضوع هست عاملش باید پیدا شه. عامل از این پریشانی از این چی هست؟ چرا
همچو اشخاص از لحاظ روانی در حالت خوب نمی باشند از آنجا. بله. اعصابشان ناراحت، همواره از هر چیز رنج میبرن و همیشه در فکر بودن. میگه یگان تار شدی میگه از آواز بلبل خوشم نمیاد. خب بعضا حالتا این مربوط خودشان نمی باشه. سیستم عصب مرکزیشون که ناراحت شد در همون حالت باز اینا دست از پا خطا میکنن و هیچ نمیشناسن. بله. خود انسان یک بار خود ببینه بعض اوقات است که باز بعدنش انسان چقدر پشیمان میشه. بله. اما لحظه انسان در جان خود نمیفهمه، ولی بعدنش چند لحظه بعد به خاطر که یک حدیث شریف است میگه خشم از شیطان است و شیطان از آتش است. آتش با چی خاموش میشه؟ با آب. پس به او خاطر میگه وقتی که شما خشمگین میشین کوشش بکنین وضو کنین، برین وضو بگیرین. پس به او خاطر کسایی که همچی یگان حالت دارن، همیشه اعصابشان ناراحت، با همچو اشخاص انسان خصوصا خانمشان که شما خانمشان هستین، شما باید با اینا برخورد دلسوزانه داشته باشین. اینا حالتشان به دست خودشان نیست. اگر یک چند لحظه با شوهرتان نه کسی که یک موضوعات میفهمد درک کرده، اگر با اونا بشینن برشان بگوین که این مشکل از کجا ایجاد شده، چرا چنین از حرفای از اونا را هم بشنون، امی تنشنشان فشار امی استرسشان یک بار پرسان بکنه که ناشی از چی هست و بعدا حرفایی که لازم است برشان بگوین که اونا چی موارد باید در نظر بگیرن، آیسته آیسته تماما حرفا خوب میشه. ولی متاسفانه شما هم قبول کردین که شوهرتان بدخوی است، اونا هم من فکر میکنم خودشان هم میفهمن که من اینمت یک انسان هستم و من بدخوی هستم و خودشان هم ایره قبول کردن. وقتی که یک چیز را که انسان خودش قبول بکنه، پس هیچ روی دنیا کس پیدا نمیشه که بتونه او را اصلاح بسازه تا وقتی که خودش تغییر نبره. و در جنب شما هم وقتی که برشان بگوین، همون لحظه اگر اعصاب شوهرتان ناراحت می باشه، هر موضوعی که باشه، شما کوشش بکنین که یک یار و یاور خوب با شوهرتان باشین. دور هر قدر که از اینا خود دور بگیرین، ایالت از اینا زیادتر و زیادتر شده میره. هر قدر که شما با اونا نزدیک باشین، هر قدر که ازشان پرسان بکنین مشکل در کجاست، بین این کار اگر یک مشوره میکنیم، اگر این کار شما نکنین، این کار بکنین، این کار این مسائل تماما ما بارها گفتیم که بهترین یک سایکوتراپیست برای شوهر خانمش است. و تا یک خانم میتونه که شوهرش ولو که هر قدر اعصابش ناراحت باشه، اعصابش نارام باشه، میتونه که تغییرش بده. ولی فرزانه جان یکان موضوع هست که بعض کسا هست که از این کارشون مدت زیاد میشه و اونا کاملا خوی کردن و به یک عادت برشان تبدیل شده همین کارا را. یا در خانواده ای که همواره مادر زیر شکنجه و لط و کوب در خانواده بوده، بچه از خانواده وقتی که بزرگ شده باز به می شکل ایره بگیریم که به شکل یک میراث هم تبدیل شده. به استثنای مواردی که بعضی ها کاملا از این موارد متنفر شدن. بله. مثلا بسیاری از افراد که میگه پدرم را زیاد، مثلا مادرم میگه در خانه لط و کوب میکنه، از این حالت من بیخی از لط و کوب نفرت دارم. بله. واقعا چنین است. ولی بعضی کسا هستن که باز فکر میکنن که البته جزء از زندگی همین چیز است. بله. ولی باهان هم هر مشکل رای حل می داشته باشه. امید به خداوند همین کارا رو که برای خواهر گفتم انجام بدن، انشالله که این مورد حل میشه. و با استفاده از فرصت یک وقفه کوتاه میگیریم دوست عزیز، بعد از وقفه بعدم خدمت شما حاضر میشیم. بازم خوش آمدین دوست عزیز. 0796-0086-56 شماره پیامگیری برنامه ما هست و یک خواهر ما روی خط تلفن است. خواهر بفرمایید. سلام علیکم. تشکر، بخیر باشید، بفرمایید. تشکر از اولسوالی من فیض تماس گرفتیم، یک مشکل برادرم داشت، خواستم که اون رو به میان بگذارم براتون. بگوین. مشنایم؟ مشنایم، بله. بخش مستقیم است؟ بله بله خواهر عزیزمی، لحظه صدایتان رو هم علیکم فرزان عزیزم، خوب هستی؟ علیکم و سلام، زنده باشی، خوب هستیم، بفرمایید مشکلتان رو بگوین. زنده باشین، تشکر، ببخشید برادرم یک مشکل داشت. مدت 10 سال از عروسیش میشه، فقط 1 سال میشن که از هم جدا شدن. خواستم که از شما مشوره بگیرم. حال برادرم میگن که هنوز طلاق نداده، زن خدا زنش خواست طلاق کرد چند بار، طلاق نداده شه. حالا میخواین که نگه دیگه من میخوایم عروسی میکنم. خواستم که از شما مشوره بگیرم که آیا شما چی نظر میتین بر ما. با کس دیگه میخوای عروسی بکنه؟ بله برادرم میگه که با کس دیگه میخوایم عروسی بکنم، به خاطر که مدت 1 سال میشه که از هم جدا شدن. میگه نمیخوایم که امرای دیگه پس عروسی بکنم. زنش خواست طلاق میکنم، میگه اونم طلاق نمیکنم. میگه امرای کس دیگه عروسی میکنم، میگه او هم باش هم تو. خب برادر تو نمیلی از آواز مرا میشنون؟
بله قطع شد خب دکتر سم. تماس قطع شد. خب بر صورت یک تماس هم در جریان برنامه در وقفه برنامه داشتیم. بله ای که بانوی عزیز، دکتر صاحب شکایت از این داشتن، گفتن که شوهرم بسیار بی توجه است، هم به اولادا هم به من، صرف توجه به بیرون داره و مصارف بی پروا داره. گفته هر قدر که گفته ما برش گفتم، کوشش کردم به گپای بفهمانمش، چون از گپای مفید شما گفته همیش من استفاده می کنم، زیاد کوشش کردم بفهمانمش که ما تو آسای پیری یکی دیگه هستیم، باید کوشش بکنیم متوجه خانواده خود باشیم. به من میگه که این گپا بالای من تاثیر نمیکنه. خب فرزان جانی که بزرگا گفتن میگه هر علت را معلول باشد یا هر علت را علت باشد. بله عوامل ما پیشترم دمو صحبت های قبلی من گفتم که یک بار تا وقتی که عامل بریم پیش هر دکتر که شما مراجعه میکنین، دکتر اولین چیزی که در فکرش است تشخیص است که یک بار عامل مریض شما مریضی داره برشان میگین، ولی تا وقتی که تشخیص درست نشه درمان ناممکن است. پس به او خاطر امی عوامل از این که یک نفر بی تفاوت میشه، یک کس در خانه خود متوجه از این نیستن که من چی نوع مسئولیت دارم، من حیث یک پدر، من حیث یک شوهر و من حیث یک برادر در خانواده در مجموع مشکل درک نمی کنن و در امی فکر هستن که فقط هم روزگومی روز خود سپری بکنن. این یک عامل می داشته باشه. خب عاملش بعدا میگیم. یک خواهر ما روی خط تلفن است. بفرمایید خواهر عزیز. سلام علیکم. سلام، خوب هستی؟ زنده باشین. بگوین مشکلتانه. فرزان جان یک بطه کمه هست، یعنی 6 ساله میشه. اون نه نان جویده میتونه، نه نان خورده میتونه. پیش دکترم که بودیم، دکتر گفت که هیچ کدام مشکل ندارم. خواستم که شما چی بگم. کدام دکتر سه گفت که مشکل نداره؟ پیش دکتر صاحب محسن شکر بردین زیر تداوی از اموست. خب عاملش چی گفتن؟ خیلی چرا نان خورده نمیتونه؟ ما تو میگه دوزن رک دن پیشانی عزیز یکی شاید عدیس ما تو چی هست؟ ما تو یه نگف زدن نمیتونه آل کم کم آن آن میگه من تو نی نانا میجوا نی خودکاده سایی میتونه گوشش واز هست مشنوه. خب تشکر خوار، خداحافظ. صفر افتاد 96 صفر صفر 86 56 وقت برنامه کم است، تماس های دوستای ما زیاد است. خب برفای خود ادامه میدیم به ارتباط از او خواهر ما که گفتن به پرواسته. بله پدر شما گفتم کاملش یک بار شب بعض اوقات یک کس به تفاوت وقت میشه که در خانواده ارزش خودش عدس بده. بعضی کسا هست در خانواده کسی به گفتش نمیکنه یا حرفایش نمیشنه و یک دفعه خودشون بی تفاوت میشه و میگن که ما در بس خانواده شما هم شنیده باشین که به پدرم میگم مگه مر قدر کردم به گفته من نشده که ما ایلایشون کرد. بله بله. اینمی یک عامل بوده میتونه. عامل دیگهش مثلا ای که یک انسان در مقابل زندگی بی تفاوت میشه جدا از مسائل روانی شیره هر موضوع بر مسائل روان ارتباط نگرچه ارتباط داره بس ها از موارد عامل تنش ها در خانواده ها مشکلات مسائل روانی هست، ولی در مجموع او چیزی که مثلا باعث از او شاید گپا نمی باشه. ولی با آن هم اگر مسائل روانیش یک طرف کنار بگذاریم، همین مشکلات اجتماعی شه فکر بکنیم، یکان مسائل و مشکلات یکان مشکل، گرچه خداوند هیچ کس بالاتر از توانش مشکل نمیده. دکتر سه وقت داریم تماس میگیریم؟ نه وقت نداریم، بس کافی است از دوستای ما. حرفای خود ادامه میدیم. بازم گفتیم که خداوند هیچ بالای یک انسانه اینقدر مشکل نمیاره که توان از او بالا باشه. بله بله. ولی بعض ما هستیم که بازم توانایی خود را کم میکنیم. بله. فکر میکنیم که دیگه بی حد و زیاد است. ولی ما توانایی بسیار زیاد داریم. بعض اوقات ما فکر میکنیم میگه من هیچ حوصله ندارم، این کار کردن نمیتونم. ولی اگر با کوچکترین فشار بیه یا ای که یک مفاد مادی داشته باشه، باز ببینید که به چه تیزی انسان به مراتب از او که بالاتر با بالاتر کار کرده میکنه. ولی در وجودش خودش یک احساس تنبلی میکنه. و بعد کسا هم مدامی عاملش مشکلات اقتصادی را عنوان میکنه. در مسائل اقتصادی، اقتصاد چون ستون و فقرات یک جامعه را تشکیل میده، در مسائل اقتصاد مهم است. در هر خانواده که بعض کسا هست در امی مسائل مشکلات اقتصادی بعدن بی تفاوت میشن.
وقتی که نمیتونن که تماما هوایج خانواده را مرفوع بسازن و انمی بعض اوقات یگانه احساس برشون پیدا میشه که در ذهنشان ایجاد میشه که باز او باز منتج به مسائل مشکلات روانی میشه نه. که فکر میکنن که من هیچ کاره نستم به درد هیچ چیز نمیخورم و یکی باز یک انسان کاملا بیتفاوت میشه. پس به او خاطر من نمیفهم که عامل از اینا چی بودی. خواهرم زیاد تاکید دیده داشت که ما میخواهیم که شوهرم تغییر بکنه ولی هیچ وقت شوهرم تغییر نکرده. خب تغییر دادن یک انسان کار مشکل است خواهر گل. ما بارها گفتیم که به خاطر از اینکه بخواین که دیگه کس اصلاح بسازن اول باید خودش انسان خود تغییر بده. مثلا کدام مسائل شوهرتان مربوط شما هست؟ یک زن هوشیار همواره این مسائل هم میشنوه و میگه که کدام مسائل است مثلا که مربوط خود از اینا هست. اگر این مسائلش اونا درک بکنن ببینن که کدام موارد است. مثلا موارد اول ما اشاره کردم به این که در خانواده بعضی کسا هستن که امو اهمیت قابل پس ازای به شوهر خود نمیتن بله. و بعدا دخترای جوان و بچهای جوان و هم قدر از پدر که باید شاید اطاعت بکنن قدر اعتنا ندارن ده. ولی این موارد هست که یک بار مواردش شما در نظر بگیرین و یک همکار خوب با شوهرتون باشین. خودتان خوارگل اول کوشش بکنین. من پیشترم گفتم به خاطر اصلاح کردن کسی دیگه باید خود انسان خود اصلاح بسازه ده. انسان میتونه که بعضی چیزهای شاید مربوط خود شما باشه. شما پیش خود شاید که کارتون درست باشه. مثلا شما در این فکر باشین که ما کاری که میکنیم درست است و ما کوشش میکنیم که اینا را اصلاح بسازیم ولی اصلاح نمیشه. شاید پیش شوهرتون بعدا مسائل دیگه باشه. مثلا یک انسان میبینید دفتن از پیش شما خفه است. هر چی که پرسان میکنین آخر از پیش شما میگه که چندین بار از پیشوری ما تیر شدیم ملک سلام نده. بله. در حالی که شما قسم میخورین که ما اصلا هیچ ندیدیم و اونا میگن که از پیشوری ما تیر شدیم. بعض اوقات نمیتونه یکان حالت در زندگی انسان رخ میده. یک بار امی مشکل بین شوهرتون هر قدر که با انسان ها دوست باشه هر قدر که با شوهرتون شما نزدیک باشین دوست باشین به مو اندازه بار بکنین که بسیار چیزها حل میشه. یک مشکل اساسی که ما در جامعه خود داریم فرزند جان این یک عدم محبت است. بله. صمیمیت است. باور بکنیم بسیاری کسا 60 سال 50 سال زن شوهر هستن با هم دیگه ولی با واقعیت هم طعم محبت نچشیدن نفهمیدن. محبت کردن پیش از اینا یک شرم معلوم میشه. بله. فکر میکنه که با شوهر خود یک کسی که محبت میگه یک شرم بسیار بزرگ است. بله. با او قسمی که خواهر گل ببینین خداوند در پاداش بدی های انسان یک وقتی که کسی بدی میکنه و کارهای زشت انجام میده خداوند وعده دوزخ برش داده ولی در کارهای نیک وعده بهشت برش داده. بله. خب پس چیز حلال هم امو وقتی که خداوند چیز خوب بر انسان میده در جنب بدی یک گناه است و یک ثواب است. کار وقتی که حلال انسان انجام میده خوب پاک است منظم چی فرق میکنه که یک واقعا یک شوهر یک بر خانم خود یک محبت داشته باشه و یک خانم بر شوهر خود. بس از مسائل است که از این کمبود محبت ایجاد میشه. فرزند جان این مسائل هستن که در جامعه ما بسیار زیاد هستن ولی هیچ کس به این مسائل توجه نکردن و توجه نمیکنن و بعدا مشکلات بار بکنیم. ما چیزهای را زبان زنها و شوهرها و این پیام هایی که بر ما میاد تلفن هایی که بر ما میکنن یا خود خواهرایی که مراجعه میکنن ما چیزهای زبان از اینا میشنوم چیزهایی را که اصلا شما تصور نکنید که چون این چیز در جامعه ما وجود داشته باشه. ولی این یک واقعیت است وجود داره هست در جامعه ما. پس به او خاطر بازم حرفای خود سر خود از خواهر میاریم که خواهر ما کوشش بکنن که میشه هر انسان تغییر داد ولی هر چیز از خود یک وقت و یک مدت زمان کار داره و زمان جمع حوصله. هر قدر که انسان با حوصله باشه با مو اندازه برد با شما خواهد. بله. و از ولسوالی امام صاحب یک بانوی عزیز گفتن که خواهرشان 10 سال میشه که ببخشید برادرشان 10 سال میشه که ازدواج کرده و یک سال میشه که از خانم خود جدا شده. خانمش تقاضای طلاق کرده اما خانم خود طلاق هم نداده و میخواد که یک عروسی دیگه بکنه. ببینید فرزند جون میگه یک بچه خورد از بابای خود پرسان کردن گفته که پدر چرا می عروس و داماد وقتی که در سر تخت میان با هم دیگر دست میدن. گفت بچه می معمول است همیشه بکسرا که در میدان میدره در رنگ همیشه که یکی دیگه گفت بکس میدن یکی دست میدن. خب این یک فکایی بود ولی ببینین که بعض کسا این مسائل زن شوهری را همین زندگی را به یک میدان مبارزه و بکس اینا تشبیه کرد. بله بله. یا در همین فکر هستن که چه قسم از خانم خود اینا انتقام بگیرن. بله بله. همین انتقام گرفتن در زندگی یعنی چی؟ خب گرچه
حدیث شریف است که میگه چیزهایی که حلال که نزد خداوند منفور است او طلاق است، ولی باز هم چیز حلال است. یعنی که اگر امکانات از این باشه که اگر انسان با یک دیگه یک زندگی خوش داشته باشه، راحت داشته باشه، انسان هیچ وقت نمیتونه که خود بالای کسی تعمیل بکنه. بله. یا خانم بالای شوهر، شوهر بالای خانم. این که میبینن که در انتها که هیچ رای موافقت نباشه، خود به خود با مفارقت میانجام. بله واقعا. خب عوامل از این مختلف است. اگر برادرتان واقعا خانم خود دوست داشته باشه، واقعا میخواین، اگر مسائل کاملا مسائل بسیار جزئی و گپا در ما بین است و امی مسائل باید سازی شده، من نمیفهم که اصل مسئله در کجا است. خوی را میشه که توسط خودشان، توسط بزرگا یک چون رفت موی سفید بیشینن و میار قناعت بتن و میار آشتی پردن و دوباره پس بتن که یک زندگی خوش راحت داشته باشه. بله. اگر موضوع بسیار عمیق میباشه، اگر کدام موضوع دیگه در بین است و اونا خود خانم میخواد که طلاق بده، ببینید درست است که این صلاحیت مرد داره که بر تا وقتی که خود مرد تصمیم نگیره باید که طلاق باید مرد باید بده، ولی این به این معنی نیست که یک خانم وقتی که تقاضای طلاق میکنه، بعضی ها به این فکر از فرزان جان که میگه من از این خانم انتقام می خودم میرم دیگه عروسی میکنم. بله. شما خودتان این منطقه بله فکر بله. میکنید من میرم دیگه عروسی میکنم و اینا رو چنین رها میکنم. یعنی خواهر گل وقتی که اونا به محکمه مراجعه کردن، این مجبور است که وقتی که خانم خودش بخواهد که من طلاق میگیرم، شوهر مجبور است که باید طلاق بده. بله. این به این معنا نیست، باز بالاخره خود محکمه ای فیصله رو میکنه. این به این معنا نیست که بسیاری به این فکر است که نمی سرش برابر دندان سفید شوه و از پیش ما رفته نمیتونه و من طلاقش تا که نتونم هیچ امکان نداره. این گپ نیست خواهر گل. قانون، مقررات، همه چیز است. وقتی که در محکمه برن اونجا باز تصمیم بالاخره قاضی میگیره گپ که آیا نه طلاق واقع شوه یا نشوه. بله. ولی در مجموع اتو نمیشه که انسان انتقام بگیره. باید از این زندگی که در انتقام باشه، یعنی از این زندگی بودن یعنی چی دیگه؟ یعنی کسایی هستن که فقط زنده هستن، زندگی نمی کنن. پس به او خاطر خواهر گل شما کوشش بکنید که همین برادرتان قناعت بدین. اگر کدام موضوعات خرد و کوچک از بادم تکرار میکنم که میشه که شما مداخله بکنین، برین همراه خانم صحبت بکنین، ببینین که مشکل در کجا هست. وقتی که مشکل فهمیدین که اگر حل ناشدنی است، برادرتان بگوین که پس امکانات از این نیست و خود خانم هم تصمیم گرفته. پس دیگه وقتی که خود یک انسان نخواهد، خود تعمیل کردن بالای کس یعنی چی؟ پس به او خاطر بهتر است که اونا همو طلاق بر خانم خود بتنه، دوباره پس عروسی بکنن، اونا هم حتما میرن با کس دیگه ازدواج میکنن. من نفهمیدم که اولادم دارن یا ندارن. چیز نگفتن. بله. چیز اگر نگفتن. اولاد دارن خب من خواهی اصلا طرف دار از این موضوع نیستم و من فرزان جان ادمی واقعا ادمی خود کلمه طلاق مرا بسید. بله. قدر نفرت دارم. ولی چه خوبه که تماما خانواده هم چیز داشته باشن، کوشش بکنن از ابتدای زندگی یک کار بکنن که اصلا همین مسئله در میان نبیه و باز هم میشه که امیال با وساطت موسفیده و بزرگا همین مسئله حل شود. ولی با هم در انتها اگر نمیشه، باز موضوع انتقام گیری در مسائل زن شوری باید قطع نباشه. یعنی می حقه که به خود میده که من دیگه زن میکنم، باید او حق بر خانم خودم بده که با ما خوشکس باید برای با کس دیگه ازدواج. وقت برنامه ما دوست عزیز تمام شد، تا تقدیم برنامه آینده تمام شما از دار به خداوند بزرگ میسپاریم. خداوند یار و مددگار همه ایده. خدا نگهدار.